ازاده بجران دارم به شما امیران عزیز ارجمندم آقای امیر شورتی برنامه رو هدایت میکنه از این سپاسگزارم. امروز چهارشنبه با کی هستیم؟ با آقای دکتر رضا تقوی‌زاده استاد علوم ارتباطات بین الملل مقیم گلاسکو در اسکاتلند. آقای دکتر تقوی‌زاده درود بر شما، خیلی خوش آمدید. وقت به شما خوش آقای میبودی، سال نوی ارامنه به شما مبارک. نمیدونم یادتون هست یا نه، اون موقع ها سالهای دیر و دور توی ایران وقتی که ژانویه می آمد کسی از کریسمس خبردار نبود، واقعا نبود. درسته. اتفاق مهم ژانویه بود و ژانویه که می آمد اون رو به عنوان عید ارامنه می شناختن. بنابراین مسلمان های خود خودشون رو جمع جور می کردن، ولیکن در تمام اون بزم و پایکوبی و شادمانی هموطنان ارمنیشون شریک می شدن، در حالی که به هر حال این شاید بزرگترین جشن دنیاست، جشن سالگرد میلادی، و فرق نمی کنه کشورهای مسلمان و یهودی و مسیحی و همه این سالگرد مسیحی رو جشن می گیرن. امیدوارم که برای شما هم شروع خوبی بوده و روزهای بهتری رو آرزو کنید. ممنون آقای تقوی‌زاده، ولی شما احوال ما رو نپرسیدید. ما خوش بودیم. احوال شما چطور آقای می بودی؟ صد سال به این سال، به از این سالها. ولی خفیف بود آقای دکتر تقوی‌زاده. چی خفیف بود؟ آه؟ چی خفیف بود؟ سال نو خفیف بود؟ ولی کووید 19 کجا خفیف بوده؟ شما مبتلا شدی مگه؟ بله من خبر نداشتی؟ پس نخه آقای می بودی، پس من از دورمین تلویزیون خودم رو دور بگیرم، این هشدار رو هم به بیننده ها بگم بدم که اونها هم با فاصله از تلویزیون میشن. این نوع تازه کووید میگن خیلی زود سریع واگیره و منتقل میشه از یک کسی به کسی دیگه. امرو گزارش فوکوس رو میخوندم، گفتگو کرده بود با ویروس شناسا و کارشناسان بیماری ها با گیردار، اغلب معتقدن که این آغاز اندمیه کرون، یعنی این فاز آخره، خود این اومیکرون داره کاری میکنه که کرونا به تدریج ضعیف بشه و دیگه تبدیل بشه به یه چیز بی آزار، حالا یا دست کم کشنده نباشه از این پس، چیز زهر آنفولانزا و ولی تاثیراتش کمتر از فلو بود در من، کمتر از آنفولانزا بود. خودش خیلی خوب. خب این آقای میبودی میگن خیلی شخصیه، این گفته شما شاید روی شما خوششانس بودی و اثر کمی گذاشته. توی شهر ما نمونه های متعددی رو من سراغ دارم که بعضی از اونها تاثیر کم گرفتن، بعضی از اونها تاثیر خیلی بدی گرفتن، هیچ ارتباطی هم به زن و مرد بودن، پیر و جوان بودن نداشته. دو نمونه، یکی توی خانواده خود من هست که یک مبتلا حتی به عفونت کلیه هم مبتلا شده و یکی دیگه که آمیکرون گرفته، او هم یک جوان شاید 39 ساله است و واکسن‌هاش هم زده بود، ولی پریروز به من میگفت در طول این 15 روز مثل اینکه یک کامیون از روی او رد شده بود و میگفت که احتیاج داشته 18 ساعت بخواب از زور خستگی. این است که کسایی که فکر میکنن آمیکرون روی اونا اثر کم میگذاره خیلی شجاعانه به دیدار این اون نرن، به قول آقای میبودی منتظر بمونن تا این اندمی یک مقدار معروف بشه، مشهور بشه، جا بیفته. هنوز توی مملکت شما آمار مبتلای روزانه از رقم 1 میلیون ظاهرا پایین نیامده. یه میلیون 80 ما هم همینطور، دیروز شاید بزرگترین رقم بود، بالاتر از 250,000 نفر مبتلای تازه آمارشون اعلام شده. این است که هنوز بلا در خانه سر کوچه ایستاده و باید کاملا مراقبت کرد. کاملا ممنون از توضیحاتی که دادید و سفارشاتی که کردید. آقای دکتر تقوی‌زاده، سال نو بر شما و خاندان شما خجسته باد، امیدوارم که سال خوب باشه برای همه شما، برای مردم مملکت و میهنه، برای ایرانی ها در سراسر دنیا، و سال کلیشه‌ای هم صحبت کنیم، سال صلح باشه و آرامش برای دنیا، آرامش نسبی برای دنیا. خب دکتر تقوی‌زاده، میخوام ببینم که پیش بینی تو برای سال 2022 چیه؟ 2022
چی پیش بینی میکنی برای دنیا؟ چون برای دنیا به هم ریخته، دچار از هم گسیختگی است، نظامی نداره دنیای امروز ما، هر کس هر کاری دلش بخواد میکنه. به ظاهر آقای پوتین لشکرکشی میکنه پشت مرزهای اوکراین، چینی ها در پی بلعیدن تایوان هستند و این اتفاقاتی داره در اطراف ما میگذره و واقعا هم نگران کننده است. بفرمایید. قبلا هم این پرسش رو شاید در طول این 12-13 سالی که ما با هم در این چهارشنبه گفتگو میکنیم مطرح کردیم و من هم مثل صفحه خط خورده تکرار کردم که کار یک تحلیلگر سیاسی پیشبینی نیست و این کار رو بایستی که پیشگوها انجام بدن، ولی به هر حال نمیشه، واقعا نمیشه پرهیز کرد از یک تحلیل روند تحولات سیاسی اقتصادی و اون چی که اسمش رو میشه پیشگویی گذاشت. این حرف غلط یا درست رو یادم به وقتی که من درس میخوندم در دانشگاه از استیون وایت استاد راهنمام شنیدم که میگفت پیشبینی کردن کار رمال هاست. البته شنیدم که خیلی از تحلیلگرهای دیگه هم این جمله رو تکرار میکردن، ولی واقعا پرهیز نمیشه کرد از اینکه آدم یک تصوری از روند تغییرات داشته باشه، یک ترسیمی رو بتونه از این شکلی که دنیا به خودش میگیره عرضه بکنه. هر کس بر مبنای تصورات خودش این معادله رو تنظیم میکنه، این چارچوب رو میکشه، ادهی از بود اقتصادی، ادهی از بود اجتماعی سیاسی، و روی این روند تغییرات و تحولاتی که میشه واقعا مسائل دفاعی رو، پیشبینی های اقتصادی رو و اینها رو توی چارچوبی گذاشت، نموداری ترسیم کرد و غیره. حتی سازمان های اقتصادی پیشبینی میکنن که مثلا با توجه به آمار ارقام فعالیت اقتصادی کشور رشد اقتصادیش در سال جاری سال آینده چقدر است، یا در تصوراتی که از امنیت یک کشور، امنیت یک منطقه دارن، ادهی میشینن این محاسبه رو میکنن، یه برنامه 5 ساله میریزن برای امنیت کوتاه مدت، یک برنامه 10 ساله میریزن، و یا در یک نگاه بزرگتر امنیت طولانی کشورشون منطقه رو در نظر دارن. و در مورد ایران هم به هر حال این قضیه نمیتونه شکل استثنایی داشته باشه. نمیشه واقعا پرهیز کرد از اینکه آدم یک نگاهی به فردای کشور خودش داشته باشه، برای اینکه تو جامعه زندگی میکنه که تحولات خیلی با سرعت صورت میگیره و تحولاتی رو میشه از پیش دید. این روند نزولی وضعیت اقتصادی ایرانه و بعضیا رو هم بایستی به نوعی بهش امیدوار بود. آیا اینکه حکومت در نتیجه ادامه این روند آقای میبودی تقویت میشه، و اگر بلافاصله گفتیم که تضعیف میشه یا تقویت، از خودمون باز باید بپرسیم که منظورمون از تقویت چیه. منظورمون از تقویت این است که اینا سر کار میمونن، حالا 6 ماه دیگه، 8 ماه دیگه، 18 ماه دیگه، و این رو هم باید توضیح بدیم که خب حکومت در مقابل جامعه در جاهایی میتونه متوسل به اعمال زور بیشتر بشه، و این به معنی تقویت یا تحکیم پایه‌های حکومت نیست، برای اینکه داره به سیم آخر میزنه و کشتار هیچ وقت تا بی نهایت قابل دوام نیست. نگاه کنید به قرقیزستان، در طول 2 روز گذشته سر قیمت سوخت، موضوعی که در سال 97-96 باعث اعتراضات خیابونی یا شروع اعتراضات، مردم این بغض رو در دل داشتن، باعث شد که اعتراضات تبدیل بشه به موجهای خشونت اعتراضی مردم در سراسر ایران، و حکومت تنها با کشتار، با کشتار بیرحمانه تونست جلوی توسعه اعتراضات رو بگیره و خودش رو سر کار یه جوری نگه داره. قرقیزستان این اتفاق افتاد، مردم به نسبت به افزایش قیمت سوخت اعتراض کردن، دیروز دولت سقوط کرد، ولی مردم همچنان توی خیابون هستن. حالا میتونیم این رو بگذاریم پای حساب این که روس‌ها دارن در اوکراین شیطنت میکنن و قزاقستان در هر حال جایی است که روسا از اون به عنوان خارج نزدیک به خونه یاد میکنن و جزء خط امنیتی خودشون رو به حساب میارن. قزاقستان واقعا سیستم سیاسیش تغییر چندانی نکرده، از نظر مالی، از نظر اقتصادی، از نظر رفاهی خیلی خوب شده، از نظر ورزشی تنیس بازهای قزاقستان در تورنمنت های بین‌المللی شرکت میکنن، فوتبالشون
فوتبال خوبی شده، سطح درآمد مردم بالا رفته، خیلی بالا رفته. وقتی مقایسه میکنیم مثلا با همسایه دیگری، حتی ترکمنستان، به هر حال یک بهبود نسبی رو ما درش شاهد هستیم. ولی این تغییراتی است که در ایران به اون شکل اجازه داده نشده که پیشرفت بکنه. مردم هنوز در خیابانا هستن، اعتراض میکنن و باید دید که واقعا وضعیت در اون کشور به کجا کشیده میشه. ولی در مورد ایران یه چیز روشنه، حتی در صورتی که در وین توافقی صورت بگیره، که من همچنان کاملا نسبت به نتایج مذاکرات وین بدبین هستم و این بدبینیم به این علت نیست که آدم بدبینی هستم، نه، من مسائل رو دارم میخواد عملگرایانه بهش نگاه بکنم، حتی اگر که توافق اتمی رو دوست ندارم، حتی یک توافق خوب اتمی با جمهوری اسلامی رو هم دوست ندارم، برای اینکه نوعی باج‌خواهی است. حکومت ایران مبادرت به اقداماتی کرده که با قوانین بین الملل همسو نیست. بمب اتمی برای ایران سمه. ایران بایستی زمینه های قدرتش رو در جاهای دیگری جستجو بکنه و این زمینه های قدرت اونقدر متنوع و اونقدر گسترده است که کمترین نیازی برای رسیدن به بمب اتمی درش وجود نداره. ولی جمهوری اسلامی چون تمام این چشمه ها رو خشکونده، حالا خودش رو آویخته به ساختن بمب اتمی، برای این کار هزینه های سنگینی کرده. اگه بگیم هزینه های نجومی، واقعا اغراق نشده، هزینه های سنگینی کرده و حالا از بابت این اقدام غیر قانونی، خلاف نیازهای امنیتی منطقه، خلاف صلح منطقه، اقداماتی کرده که حالا برای واگذاری بخشی از اون، تنها بخشی از اون، خب باج‌خواهی میکنه. و دولت آقای بایدن هم آماده است، برای اینکه در داخل کشور تا به حال موفقیت چشمگیری نداشته، تا به حال به عنوان یک دولت قادر نتونسته خودش رو به ثبوت برسونه. جامعه آمریکا همچنان یک جامعه دو قطبی باقی است و آقای بایدن مضحکه رسانه ها و نمیدونم کمدین ها و غیر ذالک، کسی که حتی برای داشتن یک انسجام در کلماتش دچار مشکل هست، باید یک مملکت 350 میلیونی رو که رهبر دنیای آزاد هست در یک شرایط بسیار 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 جیوهی به اصطلاح اداره بکنه. وقتی میگم جیوهی، منظورم این است که شرایط سیالی است، وضعیت تثبیت شده ای نیست. و این وضعیت تثبیت نشده در دنیا ناشی از عقب کشیدن قدرت‌های بزرگ از مسئولیت‌هاشون. در درجه اول آمریکا، وقتی که شما یک خلأ قدرت ایجاد می‌کنی، او تلاش و تنش برای پر کردن اون خلأ از همه جوانب دیده میشه. و وقتی که دنیا یک مبصر نداره، کلاس چند تا بچه شرور داره و مبصر نداره، معلم هم سر کلاس نیومده، هر کسی که تخت پاکون پرت میکنه، که گچش به سر بقیه میزنه، یکی میاد لباس رفیق کنار دستیش میدره و یکی وسط کلاس شروع میکنه به رقصیدن، برای اینکه واقعا نظمی در کار نیست. و آخرین نمونه این عدم تعهد به اون چه که آدم قبول و تعهدات کشور دیدیم، عقب کشیدن از افغانستان بود، که واقعا این کشور همسایه ایران رو به لبه یک فاجعه انسانی داره نزدیک میکنه، فاجعه‌ای که الان در یمن وجود داره و اون هم باز ناشی از نبودن یک نظم جهانی تثبیت شده است، نظمی که قدرت‌های بزرگ بتونن عاقلانه در مورد پیدا کردن راه حل با هم به نتیجه برسن. ایران در اوکراین، من شک ندارم که این قضیه به نوعی حل و فصل میشه. روسا و آمریکایی‌ها با هم احتیاج دارن. روسا دیگه اون ابرقدرت سابق نیستن، یه قدرت منطقه‌ای هستن. و چینی‌ها هم هنوز ابرقدرت نیستن، یه قدرت منطقه‌ای هستن که میل به جهانی شدن دارن و اینها کمبود دارن، برخلاف آمریکا که کمبودی نداره، از نظر علمی در صدر تمام پیشرفت‌های دنیاست، در هر زمینه، پزشکی، صنعتی یا علوم تازه مربوط به دانش و فناوری اطلاعاتی، در هر زمینه‌ای که بریم آمریکایی‌ها جلو هستن. ولی از نظر اعداد و حجم چینی‌ها دارن به اونها میرسن. چینی‌ها نقطه ضعف نظامیشون رو برای تولیدات نظامی به نوعی با کمک روسا دارن جبران میکنن و البته پول کلانی هم دارن، میتونن کشورهای دنیا رو بدهکار کنن و اونها رو زیر یوغ بکشن.
یکی از اینها سریلانکا هست که عملا دولتش به علت بدهکاری هایی که به چین داره ورشکسته شده و این سرنوشتی در انتظار جمهوری اسلامی هم هست، یعنی هی قرض میگیره مشکلات روزش رو جواب بده و بعد چون باید با بهره اینها رو پس بده یا با مواد خام اونها رو تامین بکنه و نداره بده دوچار ورشکستگی میشه. اینها مسئولیت هاشون شبیه دورانی نیست که آمریکا رهبر غرب بود یا دنیای آزاد بود. یک پیمان نظامی بزرگ در غرب وجود داشت به اسم ناتو که هنوز هم وجود داره ولی تقریبا یک چیزی شبیه شکلک خودشه یا پوشالی، یک ناتوی پوشالی درست کرده آقای بایدن از این گروه. البته باید اعتراف کرد که دولت آقای ترامپ هم بی تقصیر نبود، برای اینکه از همه اینها سهم میخواست و میگفت برای دفاع از خودتون بایستی که پول بیشتری بدید و او هم به نوعی از تعهدات آمریکا عقب کشید. ولی آقای بایدن واقعا زد به سیم آخر. خب در اون جبهه هم هنوز چینی ها جا نیفتادن، از نظر دیپلماسی ضعیف هستن، شبکه دیپلماتیک دارن، نفوذ اقتصادی هم دارن و تجربه ندارن. حالا کشوری مثل بریتانیا تجربه این کار داره، 200 سال است که توی دنیا هر کلک و حقه‌ای که بگید میزنن، ولی الان دیگه قدرت اقتصادی ندارن برای اینکه به عنوان یک قدرت مستقل بتونن عمل بکنن. اتحادیه اروپا هم شکل پراکنده‌ای پیدا کرده، سیاستمدارای بزرگ کنار رفتن، جاشون جوجه سیاستمدارا سر کار اومدن و این جوجه سیاستمدارا که ما یکی از ابله‌ترینشو در بریتانیا داریم آقای بوریس جانسون، اونها در قواره‌های کسانی نیستن که برای دنیا یک نگاه فرامرزی داشتن، یک نگاه بزرگ داشتن و میتونستن از حدود منافع حزبیشون عبور بکنن، چیزی که در آمریکا واقعا ما میبینیم. الان دعواهای حزبی حتی کشیده به زمینه سیاست خارجی. سیاست خارجی همیشه فصل مشترک دو تا حزبی بود که در آمریکا اداره میکردن مملکت رو. در مورد منافع ملیشون با هم اختلافی نداشتن، در مورد مصالح امنیتیشون مشکلی نداشتن، مسائل خارجی تقریبا به هم نزدیک بود. ولی الان میبینیم که در تمام زمینه ها این تقابل وجود داره و وجود این تقابل، نبودن نقش رهبری، باعث شده که کشورهای منطقه‌ای برای پر کردن این خلأ فشار بیارن و با تعجیل برن به این سمت سو. خب میبینیم که در ترکیه این قضیه تبدیل به یک فاجعه اقتصادی شده، در سوریه تبدیل به یک فاجعه انسانی شده، در یمن تبدیل به یک فاجعه انسانی شده، در افغانستان همینطور، در ایران دنبال روی همین وضعیت هستیم. چون این نقش رهبری وجود نداره، یک آدمی مثلا مثل ریگان الان سر کار نیست، بنابراین میبینیم که یک میوه گندیده مثل دولت حاکم امروز در ونزوئلا همین وضعیت بخور و نمیر رو داره ادامه میده و این به زیان این مملکته، به این مملکتی که میتونست یکی از ثروتمندترین کشورهای دنیا باشه با توجه به استعدادهایی که تو این کشور هست، با توجه به وضعیت آب و هوای نسبتا خوبی که دارن، با توجه به منابع بسیار بسیار ثروتمند انرژی که تو این کشور هست و مواد کانی دیگه، ولی میبینیم در کنار یکی از فقیرترین کشورهای آمریکای لاتین امروز هستن و تغییری هم در وضعیت مردم پیش نیامده. این وضعیت بخور و نمیر همینطور افتان و لنگان ادامه پیدا کرده، برای اینکه واقعا نقش رهبری قاطعیت خودش رو در دنیا از دست داده و رهبرای دنیا فقط به دنبال تجدید انتخاب هستن که اینم باز در حال از نقاط ضعف دموکراسی است. آقای میگوید تشکر میکنم، ممنونم. همچنین که اشاره کردید مثلا در مورد افغانستان، خب اول من طالب درخواستم از شما پیشگویی نبود، پیشبینی بود بر پایه داده ها. مثلا وقتی که آمریکایی ها و نیروهای ناتو گذاشتن از افغانستان رفتن، دیگه هر بچه کودنی میتونست پیشبینی کنه که چه اتفاقاتی اون مملکت میفته. تقریبا تمام برای تمامی مردم افغانستان مسجل بود که یک فاجعه خیلی بزرگ در راه، همه میتونستن پیشبینی بکنن. حضور طالبان بود و بعد اون اتفاقاتی در فرودگاه افتاد، اینا تلیعه یک حادثه خیلی هولناکی که داره منجر میشه به ریزش وحشتناک در افغانستان، هم ریزش اقتصادی است و این مصیبت های انسانی ناشی از همین ریزش که به نظرم وحشتناک و هولناک و نمیدونم رهبران غرب چی تو شب خوابشون میبره وقتی این همه خبر ناگوار رو از افغانستان میشنوه. نمیدونم آقای بایدن چطور به خواب میره، چون اینها در نهایت
من شما رو نگه دارم آقای میبودی. اون مشکلی که آقای بایدن اصلا نداره به خواب رفتنه. آقای دکتر دقی‌زاده، فکر میکنید آمریکا نیازمند یک جراحی آخه چه اتفاقی باید رخ بده که آمریکا بتونه دوباره یه حالت متعادل پیدا بکنه، نقش خودش رو در سطح جهان دوباره ایفا بکنه، یعنی بتونه سررشته کار رو به دست بیاره؟ سررشته همه داره از دست آمریکا بیرون میره اگه قرار بشه وضعیت به همین ترتیب ادامه پیدا بکنه، چون دیگه این دو حزب نقش دو تا قبیله رو دارن بازی میکنن، نقش دو تا حزب رو ندارن، دو قبیله که نسبت به هم کینتوزی دارن، نسبت به هم بی‌اعتمادن و دارن علیه هم دشمنی میکنن. بفرمایید. من توضیح کوتاهی میدم ولی برمیگردم به توضیحات بیشتر در مورد پرسش قبلی شما، اینکه مملکت ما لااقل در طول یک سال یا یک دو سال آینده به کدوم سمت سو حرکت خواهد کرد. آمریکا درست دچار این دوپارگی اجتماعی هست، ولی در کنار اینها در طول 48 ساعت گذشته اتفاق کوچولو پیش آمد که این اتفاق کوچولو شاید بتونه یک روزنه‌ای باشه برای منطقه، و دیدم خیلی توجه مردم کشور ما رو این قضیه جلب کرد. دیروز قبل از اینکه من برم برای گفتگوی روزانه‌ام، همین کار تلویزیونی کوتاهی که هر روز انجام میدم یا تقریبا هر روز، برای من مطلب فرستادن و تو این مطلب موضوع انتقادی بوده که آقای پومپیو وزیر خارجه آقای ترامپ از سیاست‌های بایدن کرده بود و او رو به مناسبت همین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی مسئول معرفی کرده بود برای امنیت جون آمریکایی‌ها. وقتی من مطلب رو که فرستادن، مطلب رو روز گذشته دیده بودم ولی نه با عکس، این بار مطلبی که دیدم یه عکس تنها بود از آقای پومپیو و فکر کردم که در چاپ این عکس اشتباه کردن، برای اینکه آدمی که من میبینم این پومپیو نیست، هیچ فرقی هیچ شباهتی با پومپیو وزیر خارجه آقای ترامپ نداره. ولی وقتی که عکس رو بزرگ کردم دیدم نه، شباهتی هست، صورت شکل بینیش و غیر ذلك. همینم توی توییت نوشتم که فکر میکنم دیروز امروز خیلی دیده شد، شاید حدود 30,000 نفر امروز یک ساعت پیش نگاه میکردم این توییت رو دیده بودن، و ایرانی ها با استقبال رفته بودن به پیشواز این قضیه. وقتی آخر توییت من نوشته بودم که شاید آقای پومپیو داره خودش رو برای رئیس جمهور شدن یا شرکت در انتخابات آماده میکنه، وزنش رو خیلی کم کرده، ظاهرا در طول این دو سه ماه گذشته با یک رژیم خیلی خیلی سختگیرانه تبدیل به یک آدم با بدون وزن اضافی شده، که خب وقتی یک مراسم مهمی باید در پیش باشه، البته گفته میشه که یک ازدواجی هم در خانواده اونها در پیش شاید بین علته، ولی این علت خیلی خیلی کوچکتر از اون میتونه باشه که باعث این اقدام یه مقدار زیادی جدی آقای پومپیو بشه، مگر اینکه واقعا خواب خیالی باشه. اگر خیالم نیست، هدف لااقل که در انتخابات دور بعد آمریکا که سال آینده برگزار میشه او هم شرکت بکنه، آقای پومپیو میتونه شاید به نوعی میتونه آمریکا رو دوباره به یک وضعیت عملگرا برگردونه، تحور بیشتری در سیاست خارجی داشته باشه و قدرت اجرایی بیشتری باشه. آدم با تجربه است، وزیر خارجه بوده، سناتور بوده، ریاست سنا رو داشته، همه این مؤلفه ها کمک میکنه به اینکه یک سیاستمدار پخته بشه و بتونه رهبری کشور بزرگ مثل آمریکا رو به عنوان رهبر دنیای آزاد عهده‌دار بشه. حالا باید دید به هر حال این تحولات در طول ماهای آینده به چه سمت سویی میره. ولی در مورد مملکت خودمون ایران، من از اینجا شروع کردم که حتی اگر مذاکرات اتمی در وین به نتیجه برسه، وضعیت معیشتی مردم تغییری نخواهد کرد، برای اینکه برای بازسازی اقتصاد ایران باید اقداماتی بالاتر از رسوندن 5 میلیارد دلار، 10 میلیارد دلار پول ضبط شده و اینجا و اونجا رو انتظار داشت. باید واقعا زیرساخت‌ها تغییر بکنه. ایران داره پیر میشه از نظر زیرساخت‌های شهری. کارخانه‌ها دارن فرسوده میشن. راه‌ها واقعا از نفس افتادن. شبکه حمل و نقل در حال شکسته شدنن. خود این جماعت اعتراف میکنن به علت قدیمی بودن سیستم توزیع برق، شبکه برق بیش از 15% از تولید برق در حدود 3-4-5 هزار مگاوات برق در راه
تولید تا مصرف از بین میره. ضمن اینکه هیچ کدوم از این کارخانه‌هایی که تو ایران کار میکنن سوخت به اصطلاح بهینه مصرف نمیکنن، یعنی متوسط مصرف انرژی به تولیدی که صنایع ایران دارن جز بدترین ارقام در دنیاست. شما یک پولی رو، یک نیرویی رو، یک سوختی رو مصرف میکنی، میخواد ازش یه چیزی بگیرید، حالا این حرارت حرکت یا هر چیز دیگری، و اینها جدول داره و اونهایی که بهتر کار میکنن رقمهای بالاتری از نسبت مصرف انرژی به تولید رو دارن و از این لحاظ ایران هر سال عقبتر از سال پیش است. به این علت که واقعا ایران در حال پیر شدن. این تنها جمعیت ایران نیست که داره پیر میشه، ایران داره پیر میشه و این پیری شاید دیگه فضیلتی هم براش باقی نمونده. یادم میاد یه بار دیگه هم به شما اینو گفتم، آیدین آقداشو حدود چند دهه پیش میگفت خوب است که با فضیلت پیر بشید، ولی پیر شدن اینطوری فرتوت شدن، پیر شدن نیست، فضیلتی درش نیست. و این حکومت حتی اگر مذاکرات وین رو که هنوز من با نگاه بد تیره‌ای بهش نگاه میکنم، یعنی امید رسیدن به توافق رو خیلی 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 کم میبینم. سه بار گفتم که این رو باور کنید و این نظر من هست، ولی اگر توافقی هم صورت بگیره برخلاف معادلات، برخلاف عقل، برخلاف شواهد روی صحنه، دردی از مردم ایران درمون نخواهد کرد، واقعا درمون نخواهد کرد. وضعیت معیشتی مردم روند کنونیش رو ادامه میده و بدتر خواهد شد. از همین حالا حکومت به دنبال این است که ظاهرا از ریش بکنه یا از به سبیل قرض بده یا برعکس، یعنی یه مقدار دلار 4200 تومانی به بهانه های دروغ دست مامورینش میداد و اینها مسئول واردات دارو بودن، کالاهای مصرفی میخریدن، جنس های بنجل از چین می آوردن، ولی با همون قیمت دلار 28000 تومان، 29000 تومان و 30000 تومان می فروختن و بقیه این سود رو در جیب می گذاشتن. و اینا همه عوامل حکومت بودن. این تنها در مورد واردات نبود، در مورد سوخت هم همینه. میرن کارخونه های پتروشیمی درست میکنن با هزینه بسیار بسیار کم، کارخونه هایی که در عرض دو سال تمام سرمایه گذاریشون رو که ظاهرا سرمایه گذاری اولیه بوده بر میگردونن و شروع میکنن به سودرسانی نجومی. به این علت که خامخاری میکنن، میان از یک سو کارخانه پتروشیمی با سوخت ارزانی که دولت در اختیارشون قرار میده سوخت رو مصرف میکنن به تولیدی برسن. حالا این سوخت یک خوراک هم داره این کارخونه، اون خوراک هم باز یه چیزیه که مصرفهای چندگانه داره، یعنی هم میتونه مواد پتروشیمی بشه هم میتونه به برق تبدیل بشه. هم سوخت رو که باید به برق تبدیل بشه یا کارخونه رو بگردونه ارزون میگیرن، هم خوراک اون کارخانه پتروشیمی رو ارزون میگیرن و بعد اون رو تبدیل میکنن به ابتدایی ترین محصولات پتروشیمی، ابتدایی ترینش که با ساده ترین کارخونه ها میشه اون رو اداره کرد. به این علت یک باره میبینیم که یک انفجار تولیدات به اصطلاح پتروشیمی تو ایران صورت میگیره. در مواردی حتی مصرف دنیا مثلا میبینیم که 15 میلیون تن است، ولی از این مصرف باید یه قسمت عمده ایش رو محصولات ایران رو بخرن و این خود کارخونه تو محکوم به در دراز مدت در یک برنامه عقلی اقتصادی محکوم به شکسته. در هر حال وضعیتی که در صنایع ما وجود داره اینه. یا میبینیم مثلا رشد صنایع سیمان، صنایع سیمان رو همه ازش کشورهایی که به محیط زیست علاقمند هستن ازش فاصله میگیرن، چون هم کالاش خیلی سنگینه، حمل و نقلش دشواره و وقتی که این رو تولید کردیم هزینه افزودش هم بسیار کمه، ولی باز انرژی ارزون رو مصرف میکنن و بعد محصولات خودشون رو با سود کلان بدون اینکه به بازار اثر مثبتی بگذاره، بدون اینکه وضعیت معیشتی مردم رو بهبودی بده، خاص خرجی میشه. در تمام رشته های صنایعی که در جمهوری اسلامی بوده شما این وضعیت رو میبینید. در مورد صنایع فولاد جاهایی رفتن خودشون اعتراف میکنن توی اصفهان مثلا صنایع فولاد گذاشتن، باید سوخت از جنوب ببرن به اصفهان، اصفهان این رو تبدیل بکنن به فولاد، دوباره یک هزینه سنگین حمل و نقل رو بدن که این رو بیارن به جنوب و از جنوب بخوان اون رو صادر بکنن. ولی ارزش افزوده همونطور که در پتروشیمی محصولات با کیفیت بالا، محصولات نیازمند به تکنولوژی یا فناوری پیشرفته
8 برابر 10 برابر قیمت افزوده داره. در مورد محصولات فولادی هم همینطور، یه فولاد خامی رو درست میکنن در حالی که ده ها رقم محصولات پیشرفته یه کارخانه فولاد میتونه عرضه بکنه، ولی همین محصولات خام رو اینها با مصرف انرژی بسیار سنگین، سوخت سنگین، مواد خام ارزون و سوخت ارزون تبدیل میکنن و یه عده محدودی، شماره انگشتان دست، همینایی که میرن توی نمیدونم شرق تهران تو اون شهرکای کاخهایی که برای خودشون ساختن زندگی میکنن، یا مناطق ثروتمند شمال تهران، همین ها هستن. در حالی که 80 میلیون 82 میلیون 83 میلیون مردم نیازمندیشون ادامه داره. در هر حال وضعیت امروز دولت برای مردم برنامه درستی نداره، مشکلاتشو داره از یک جا به جای دیگه ای منتقل میکنه، ارز 4000 تومانی رو 4200 تومانی رو جمع میکنه و میگه ارز رو میخوام یک کاسه بکنم، میاد سر مردم رو هم گول میزنه یا شیره میماله اونها رو گول میزنه و به یه تعدادی به جای 4000 مثلا 42000 تومان و 50000 تومان میگه من 200000 تومان کمک هزینه میدم، ولی کمک هزینه که میده در مقابل هزینه که سرشکن کرده به مردم برای اینکه قیمت های حامل انرژی رو بالا ببره، برای اینکه ارز 4200 تومانی رو دیگه نده و بتونه دارو رو محصول مصرفی رو با قیمت روز ارز 23000 تومان که بهش میگن ارز نیمایی یا ارز بازار ارز 28000 تومان 29000 تومان به اون قیمت برسونه، مردم باید اینو تحمل بکنن. تورم وحشتناکی در راه است، بیکاری زیادتر از پیش خواهد شد، سطح درآمد مردم پایینتر خواهد اومد، وضعیت معیشتی مردم دشوارتر از پیش میشه و نارامی های سیاسی از نظر من غیر قابل اجتنابه. تشکر از توضیحات بسیار به جای شما. آقای دکتر زاده، من هم نظر شما رو دارم، تایید میکنم نظر شما رو، این دلو تهش سوراخه، آبی نمیشه از این شاه بالا کشید و واقعا مشکل بر سر مسائل هسته ایران. خب اینکه اول به اتش به یه زمین سازی داره، الان زمین سازی هایی که در جمهوری اسلامی میشه با توجه به شناختی ما از کلیشه های جمهوری اسلامی داریم، دشمنی با آمریکا، چه افزایش دشمنی با آمریکاست. حالا یه جنایی در ایرانه که نمیخواد هیچ توافقی صورت بگیره، این عملیات پرتاب پهپاد یا عملیات تهاجمی علیه نیروهای آمریکا، نیروهای ائتلاف در خاک عراق یا در خاک سوریه، به نظر خودش خیلی با معناست، یا افزایش حملات به آمریکا با برگزاری سالگرد ترور قاسم سلیمانی و انباشت مطالب برای آمریکا. البته لابلا اینا زرنگی هم میکنن، آقای رئیسی به دموکرات ها میگه کار ترور ترامپ با ما، نگران ترامپ نباشید، یعنی عملا پیامی که داد همین معنا رو میده، معنای دیگری نمیده. ولی زمینه ها نشون میده که هیچ امکان توافقی وجود نداره. چه توافقی وقتی این یه چاه ویله؟ چطور میشه این چاه ویل رو پر کرد با این همه مشکلی که خود جمهوری اسلامی در طی چند دهه آفریده بر سر مسائل هسته ای؟ مضاف بر این که الان واقعا دیگه فقط مشکل مسائل هسته ای نیست، مشکل مسائل تروریستی است، فعالیت های تروریستی جمهوری اسلامی، فعالیت های موشکی. فکر کنید باز دوباره در هنگامی که نمایندگان جمهوری اسلامی در وین دارن مذاکره میکنن، اینا شروع میکنن به موشک پرانی، فرستادن ماهواره، گرچه شکست هم میخورن، یا نمایش موشک های بالستیک و از این قبیل. بفهم. بله، نمیدونم آقای شورتی الان شروع میکنه به فرستادن پیام که مشغول ورود به بازارچه هست. چهار نگه وقت دارید. این مسئله درسته، همونطور که در آمریکا این توافق در صورتی که به نتیجه برسه که نتیجه ناقصی خواهد بود مخالفان جدی داره و آقای بایدن هرگز 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 جرئت نخواهد کرد توافق احتمالی رو برای تایید قانونگذاران آمریکا به مجلس نمایندگان و یا به سنا ببره، هرگز قادر نخواهد بود، چون که آقای اوباما هم نبود. آقای بایدن از نظر محبوبیت خیلی از اوباما عقبه. اوباما خیلی در هم در مجالس قانونگذاری اون موقع با اینکه اکثریت در اختیارش نبود تاثیرگذارتر از آقای بایدن بود، هم به عنوان یک رئیس جمهور رو در دنیا پذیرفته بودن، اعتباری که در دنیا برای خودش می‌خرید داخل آمریکا میتونست اون رو خرج بکنه، که آقای بایدن اعتبار رو تقریبا از بین برده.
و امروز به پایین ترین حد تایید کارکرد سیاسی در آمریکا رسیده. بنابراین قادر نخواهد بود این پیمان رو یا توافق رو به کنگره ببره. در ایران هم این مخالفان، و شما به درستی گفتید، مخالفان وجود دارن. حتی اگر یک توافق جامعی باشه که به جمهوری اسلامی پول نسبتا کلانی بده، عده‌ای به دنبال این هستن که همچنان به دنبال بمب اتمی برن. بنابراین اگر که باقری کنی در اونجا توافق میکنه و در نتیجه توافق باید دوباره بخشی از این ظرفیت‌هایی که در این دو سه ساله ایجاد کردن برن دو دستی تحویل روسا بدن، در ایران با مخالفت‌هایی رو بروز. همین روز گذشته موضوع استیضاح 5 وزیر آقای رئیسی در مجلس آخونده مطرح شد که تمام وزیرهای به اصطلاح شاخصش به غیر از عبداللهیان در لیست این استیضاح وجود داشتن. خب ببینید از عمر دولت آقای رئیسی چند ماه گذشته، یک سوم عمر دولت آقای بایدن، و با این مخالفت ها در داخل روبرو هستند. و اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه، حالا به مسئله توافق کشیده بشه، دست راستی ها و به اصطلاح اصلاح طلب ها شاید با هم یک کاسه بشن و برای دولت مشکل درست بکنن و دولت یا حکومت رو وادار بکنن که حتی عوامل داخلی خودش رو هم همونطور که مردم از قبل دور زده، اینها رو هم دور بزنه. بنابراین برای دولت رئیسی این کار بسیار بسیار دشواره، به همون دشواری که برای بایدن خواهد بود. تلیعه رسیدن به توافق اتمی در وین با روندی که الان وجود داره تلیعه روشنی به هیچ وجه نیست، و دیدیم، شما هم درستی میگید، که کارشکنه هایی مثل پروندن موشکی به بهانه قرار دادن ماهواره در مدار یکی از این تحریکاته، و یا حملاتی که در طول دو سه روز گذشته انجام دادن، دیروز دوباره راکت پراکنی، شلیک کاتوشا به فرودگاه و همینطور هدف گرفتن پایگاه عین الاسد در نزدیکی بغداد، از نمونه این تحریکاتی است که افراطی ها برای به هم زدن بازی هایی که در وین جریان داره بهش مبادرت میکنن. شخصاً مثل همیشه خیلی آموزنده، سپاسگزارم از حضور شما. به بینندگان آقای میبودی یادآوری بکنید که هفته آینده هم یک میهمانی خواهیم داشت، خانم جشنی، امیدوارم که به این برنامه بیان و بخش دوم رو بتونن با تنوعی در برنامه‌ای که داریم اداره بکنن. تشکر میکنم حتما، سپاسگزارم تا گفتگوی دیگه. برنامه خیلی میگیریم امیران عزیز عجمندن. واقعا امریکا نیازمند این جراحی سیاسی است، داریم شک نباید کرد. یک دادستان دموکرات در نیویورک تمام تلاشش اینه که بلکه بتونه ترامپ رو، خانواده ترامپ رو پای میز محاکمه بکشونه بر سر به اصطلاح دارایی و ثروت اندوزی و نمیدونم این مجموعه شکی که ایجاد شده در درباره فعالیت‌های تجاری این خاندان. امتحان بلند تلاش بر همین مبناست. از طرف دیگه جمهوری خواهم دارن هشدار میدن به حزب دموکرات که اگر قرار بشه وضعیت به این ترتیب بره پیش بره و ما بتونیم اکثریت رو در مجلس رو دست بیاریم، اون وقت استیضاح جو بایدن در دستور کار قرار خواهد گرفت. از که این نظریست که آقای کیت کروز داده، یعنی متوجه میشید که اینا دارن به هم پیغام و پسخام میدن و واقعا هم دوتا حزب دیگه اون جنبه های سیاسی رو از دست دادن به عنوان دو حزبی که باید در جهت منافع ایالات متحده آمریکا کار کنن زیر یک چتر، چتر منافع ملی این مملکت و در فکر منافع جمعی و مصلحت این کشور باشن. فعلا همه در فکر به دست گرفتن قدرت هم. یعنی الان قدرت مبنای کار قرار گرفته و این به نظرم داره وضعیت رو مغرنج میکنه در ایالات متحده آمریکا. آمریکا نیازمند جراحی شاید تغییر تحولاتی که در انتخابات دور بعد رخ بده تا حدی بتونه شکل نهایی به اصطلاح ترکیب قدرت در آمریکا رو قطعی بکنه. حالا باید ببینیم چه خواهد شد. این یک موضوع خیلی مهمی است. میخواد ببینید الان وضعیت آقای بایدن چیه. رتبه اقتصادی آقای بایدن، یعنی رتبه سیاست اقتصادی رو از آقای جیمی کارتر هم کمتر شد. از جیمی کارتر هم کمتر شد. یه
جمع و تفریق کردن از مجموعه نظرسنجی هایی که شده اعداد و ارقام نشون میده که آقای جو بایدن نسبت به اون روز و روزگاری مثلا در مراسم در دوره‌ای که مراسم سوگند رو به جا آورد به عنوان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و از 57% تاییدیه عمومی برخوردار بود، روی هم ایشون 30 امتیاز از دست داد، یعنی 30 امتیاز منفی در موارد متعدد و سیاست گذاری هاش کسب 30 امتیاز منفی یا 30 پوان منفی، شاید این درست تر باشه، خود امتیاز معنای مثبت داره. خب و بدبیاری هایی که آقای بایدن آورده غیر قابل انکار، واقعا میشه از بدبیاری سخن گفت، یعنی گاهی اصلا رب پیدا نمیکنه به سیاست های کاخ سفید. روند حوادث به این شکل پیش رفته، این موضوع کووید 19 خب مسئله خیلی مهمی بوده، ریزش های اقتصادی مسئله مهمی بوده، نمیشه همه هم گناهش رو به گردن آقای جو بایدن انداخت، ولی خب مشکل هم اینه که مردم آمریکا در نهایت نگاه جیبشون میکنن، از همه مهمتر نگاه به تابلوی پمپ بنزین ها میکنن، میان قیمت بنزین از چه قراره. و بعد این موضوع تورم، تورم کمرشکن برای بسیاری، این وضعیت جو بایدن رو و کابینه آقای جو بایدن رو خراب کرد. اما از یه طرف دیگه گروه هایی هستن، گروه های چپ در ایالات متحده آمریکا، وقتی میگیم چپ میگیم واقعا اینا چپ نیستن، میگم تغییر ماهیت دادن، اینا تمام تلاش رو دارن میکنن که بلی که بشه سازش ایجاد کرد بین کاخ سفید و تهران، این غیر ممکن، این میسر نیست. اونایی که هوادار اصلاح طلب ها بودن در طی چند دهه و هرگز هم حاضر نشدن از این موضوع دست بکشن، علی‌رغم دیدن این همه فشار بر مردم ایران، پایمالی حقوق بشر، پایمالی آشکار حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی، فعالیت های تروریستیش، آدم کشی هاش و و و اینا بر مواضع خودشون ایستادن، تغییر موضع هم دادن، اندک تنها چند تنی بودن که تغییر موضع دادن و این رو کماکان در همون خط و در همون مسیر دارن حرکت میکنن. اینا به نظر دارن آب در هاون میکنن، کاملا مشخص، شما باید نگاهی روند بکنید، الان بشینید و مجموعه درگیری های جمهوری اسلامی و دنیا رو بذارید پیش روی خودت، بذار روی میز، آیا ممکنه که جمهوری اسلامی با ظرفیت و توانی که امروز داره و با این شخصیت های نخبه ای که امروز سر کارن، همه ما با چهره این آشنایی داریم، با میزان سوادشون، دانششون، فضیلتشون، جهانبینیشون، اطلاعاتشون راجع به دنیای امروز، آیا اینها توان این رو دارن که بتونن اندکی مناسبات خودشون رو با دنیا بهبود ببخشن؟ پاسخ منفیه، نه نمیتونن، چون نه چنین ظرفیتی دارن نه چنین استعدادی دارن، استعداد اینا در تخریبه، استعداد اینا در اصلاح کردن یک امر تخریب شده نیست، اینو اثبات کردن، در توانشون نیست. و بعد این اتفاقاتی که اخیرا افتاده در طول این چند روز اخیر، بمیشه بعد از اینکه هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی به آخرین دور مذاکرات رفت به وین، یک موشک پرانی بود، پرتاب ماهواره بود که باز با شکست رو برون خود، برای بار هفتم امروز بوده پرتاب پهپاد و عملیات ایزایی علیه نیروهای ایالات متحده آمریکا، علیه نیروهای ائتلاف در عراق و کلی مشکل و مسئله دیگری که جناهایی در ایران دارن پدید میارن. بلکه اگر این مذاکرات خواست اندکی هم به توافق نزدیک بشه، اونها پیشا پیش جلوش رو بگیرن، یعنی نگذارن که وضعیت مطلوبی در مذاکرات تحصیل بشه. خب نشون میده که واقعا مملکت دست خامنه‌ای نیست، واقعا مملکت دست خامنه‌ای نیست. درست خامنه‌ای مسبب وضعیت موجود هست، ولی حرف آخر رو نمیزنه، بارها این اثبات شده در ایران، جناهای در ایران هستن، جناهای زیرزمینی که دارن کار خودشون رو انجام میدن،
و به نظرم اینا کسانی هستن که از قدرت‌های خارجی دستور میگیرن، نشون میده قدرت‌های دیگری تو ایران حاکمیت دارن و حرفشون در رو داره. اونا هستن که بیشترین تأثیر گذاری رو دارن. ولی هر رهبر و عاقلی وقتی یک تیمی رو میفرستن به مذاکره، دست کم زمینه موفقیت تیم رو فراهم میکرد، اونم در زمانی که این همه جمهوری اسلامی به موضع ملایم ایالات متحده آمریکا نیازمنده، در یه وضعیت بغرنج به سر میبره و نیاز داره که آمریکایی‌ها اندکی کوتاه بیان، اندکی عقب نشینی بکنن، برای اینکه به چنین هدفی برسه باید زمینه رو ایجاد بکنه. در که میبینیم که نه، درست برعکس، نیروهایی هستن در این کسی شک نداره که بخش از اروپا نمیخواد که آمریکا به جمهوری اسلامی نزدیک بشه. روس‌ها آقای ولادیمیر پوتین چنین خواستی رو نداره، حتی کار داره به اونجا میرسه که ممکنه کرملین خواهان کنار رفتن علی خامنه‌ای باشه، چون معتقد یه کار با علی خامنه‌ای پیش نمیره، نیروهای دیگری باید بیان وسط، بلکه بشه زمینه تازه‌ای فراهم کرد، یه وضعیت جایی و جمهوری اسلامی رو وارد فاز جدید کرد. این خواست روز هاست. شاید چینی ها به این به اصطلاح به این خواست رسیده باشن. خب همین در منزل بعد با خانم مریم معمار صادقی هستیم، یک دلگر برجسته، بار گذاشتم با خانم معمار صادقی بودیم، بحث ها و حرف های ما نیمه تمام بود. امروز میخوام بریم واقعا بر سر جناح چپ در ایالات متحده، وقتی هم چپ و آمریکا، نه محدود به آمریکا نمیشه، این به اصطلاح ماهیت تازه‌ای که چپ در جهان پیدا کرد، یه چیزی به نظرم این ماهیت مصری بوده، یعنی امروز چپ ها در دنیا خیلی متفاوتن با چپی که ما از نزدیک میشناختیم. این چپ آرمانخواه گاهی اینقدر آرمانخواه میشد میاد به سمت اوتوپیا، میاد به سمت مدینه فاضله، به آدم احساس میکرد اینا دارن چقدر از واقعیت های زمینی دور میشن. چپ امروز واقعی راست و معتقده که باید از دیکتاتورهای دنیا حمایت پشتیبانی کرد. برای همینه که وقتی چپ ها در ایالات متحده آمریکا قدرت بیشتری پیدا کردن، در کاراکاس آقای ماردورو و همینطور ارتش، نیروهای امنیتی نفس راحت کشیدن از اون زمان به بعد هیچ مزاحمتی برای اونها فراهم نشد. یا همینطور در کوبا آقای اوباما تلاش کرد که مناسبات واشنگتن و کوبا رو درست کنه، در حد زیادی هم موفق شد، هیئت‌های رفتند آمدند و گفته میشد که از این پس آمریکایی‌ها به جای رفتن به لاس وگاس میرن به کوبا برای ایام تعطیلات، همه چیز فراهم بود. خب ترامپ آمد همه چی رو به هم ریخت، همه چی رو در هم ریخت. ولی برای اینکه بدونید که در بقیه دنیا هم چه خبره، نگاه کنید به خانم موگرینی، اکثر نگاه کنید خودش کافی است دیگه، نگاه کنید به فمینیستای و چپهای و سوسیال دموکراتهای، این خانم موگرینی است، به جناح چپ رادیکال ایتالیا تعلق داره، میشه وزیر خارجه اتحادیه اروپا، بیشترین تلاشش بهبود مناسبات اتحادیه اروپا است با دیکتاتورهای دنیا، با دیکتاتوری های دنیا. این عکس نگاه کنید، به نظر خود این عکس خیلی گویاست، خود این عکس خیلی خیلی گویاست، برای اینکه مبادا لبخانی بشه خانم موگرینی دست چه گرفته که جلو دهانش. عکس های بعد رو نشون بدی، خود این عکس ها گویا نیست، این حجاب خانم موگرینی گویا نیست، زنی که ازش به عنوان زن پیشاهنگ یا پیشرو اروپا به ویژه ایتالیا نام برده میشد، نگاه کنید با نمایندگان یکی از حکومت‌های آدم کش در دنیا بیشترین نقش داشته در برهم زدن نظم و امنیت و آرامش
دست کم در منطقه خاورمیانه در هم ریختن آسایش مردم ایران و آسایش جهانیان. بقیه رو میشه چپ، چند تا چپ دیگر هم با هم ببینیم، چند تا چپ. آقای فیدل کاسترو، عکس بعدی رو میشون بیدید، خواهش میکنم نگاه کنید. نگاه کنید ایشون ازش به عنوان آخرین دژ کمونیسم در جهان یاد میشه. آقای بعدی رو نشون بید. بعدی اروپایی ها رو نشون میدید، بعد نیست. این آقای شرودر، گرهارد شرودر، این رهبر سوسیال دموکرات های آلمانه، بعد میشه که از کارمندان ولادیمیر پوتین تو صنایع نفت و گاز فعال میشه. نگاه کنید فقط عکس ها رو. این کسی که منافع یک ملت رو در نمایندگی میکرده، بعد میشه حقوق میگیره رئیس یک قدرت دیگری در دنیا. عکس های بعدی، برای خود عکس ها کافی باشه. این آقای آلیور استونه، کارگردان دست چپ آمریکا، دستش روی شانه وقتی هم میخواد واکسن بزنه، واکسن فایزر نمیزنه، میره واکسن اسپوتنیک 5 میزنه، مال روسها رو میزنه، در حالی که خود آقای پوتین اسپوتنیک 5 نزد. این مصاحبه آقای آلیور استون، سازنده فیلم جی اف کی، فیلم کندی، نگاه کنید. خود عکس کافیست به نظرم، به حد کافی گویاست. عکس بعدی رو نشون بدید، خواهش میکنم. بفرمایید. سوسیال دموکرات های سوئد در تهران. آدم حالش بد میشه، دوچار تهوع میشه. نگاه کنید. این هم یه بیله دیگری از اونها. اینا کسانی هستند که به جناح چپ یا چپ میانه تعلق دارن. اینم وزیر خارجه سویده، وزیر خارجه پیشین سوید. نگاه، خلو از بازار آگهی عبور میکنیم، برمیگردیم. خب برابر بین گیریم، امیران نجده ارجمندم، با یک تحلیلگر هستیم، سکا خانم مریم معمار صادقی عزیز. خانم معمار صادقی خیلی خوش آمدید، ممنونم از حضور شما. خیلی ممنون آقای میبودی از دعوتتون. با سلام و درود به بینندگان عزیز شما. ممنون. اول من بفرمایید که در آمریکا داره چی میگذره؟ با این وضعیتی که ما داریم میبینیم، گاهی وقتا آدم خوفش میگیره که چرا احزاب این همه به هم دشمن شدن، چرا این همه نقار، چرا این همه جدایی، چرا این شکاف عمیق پدید اومده بین دو تا حزب که دیگه دو تا حزب نیستن، دو تا قبیله شدن روبروی هم. بفرمایید. واقعا یه دلیل بزرگ فکر میکنم کانال های تلویزیونی کیبل که از در از بیشتر از این انتخابات ترامپ بایدن و این داستان باشه، الان در 20 سال گذشته مخصوصا باعث شدن که آمریکا در از هی شکاف بزرگتر و بزرگتر بیفته بین مردم و دیگه به اون صورت اصلا کارشون خبر گفتن نیست، یعنی کامنتری شدید و در اصل گفتن حرفایی که یه تیف میخواد بشنوه به طور دائم، CNN طرف چپ، MSNBC چپتر و فاکس نیوز و الان شبکه های دیگه آمریکایی به وجود آمدن در طرف راست که اینا دارن با همدیگه هی می جنگن و حالا بهش اضافه شده شبکه های اجتماعی و اینکه آدما وقتی که میخوان خبر ببینن در از خبر نمی بینن، دارن صحبت هایی که طیف خودشون دیدگاه خودشون جلو میبره رو هی بیشتر بشنون و بیشتر فرو بشن تو یه طرز فکر که بیشتر همونجوری که شما خیلی خوب گفتین، بیشتر از هر چیزی دیگه هدفش این هستش که مقابله بکنه با اون نیمه دیگه جامعه آمریکا و حزب مقابل تا اینکه دسترسی به حقیقت بیشتر بشه، همبستگی و متحد بودن آمریکا باشه. قبلا شما بهتر از من میدونین، من بچه که بودم آمریکا فقط 3 تا کانال تلویزیونی بود و این 3 تا کانال تلویزیونی وقتی که شب خبر رو میگفتن، اون خبری که میگفتن خیلی با همدیگه فرق نمیکرد و خبر رو به تمام
مملکت به تمام آمریکا داشتن میگفتن و راجع به تمام آمریکا میگفتن. رادیو هم همینطور. اینکه مردم یک خبر رو میشنیدن و یک گفتمان برای کل مملکت بود، خب خیلی کمک میکرد که صدای همدیگر رو بهتر بشناسن، همدیگر رو بهتر بفهمن. و وقتی موقع سیاست گذاری هم میشه، مخصوصا برای کشورهای دیگه مثل ایران، اینجوری نباشه که یه حزب باید یه برنامه داشته باشه، حزب دیگه، حزب مقابل کاملا متفاوت، بایپارتیزنشیپ، این که دو تا حزب با همدیگه همکاری بکنن سر مسائل مهم، مخصوصا برای امنیت ملی آمریکا. قبل از این شکل گرفتن کیبل نیوز، یعنی برنامه های تلویزیونی از کانال هایی که بعد از اینکه اون درست میشه گفت موناپولی اون ستا رسانه اصلی آمریکا فرو ریخت، کیبل نیوز و الان دیگه بیشتر از هر چیز دیگه شبکه های اجتماعی، قبلا واقعا یه دسترسی بود به یک صحبت و گفتمان حقیقت مشترک که همه با هم داشتن، و الان به خاطر اینکه اون دیگه وجود نیست، سیاستگذاری هم به عقیده من برای کشورهای مثل ایران کاملا در روند بدی هست. و اگر اخلاق هم بذاریم کنار، حقوق بشر رو بذاریم کنار، واقعا برای منافع ملی آمریکا، مردم آمریکا، آینده آمریکا اصلا این جهت خوب نیست. خانم بهبار صادقی عزیز، نیروهای منصوب به چپ افراطی در حزب دموکرات خب بیشترین فشار رو در تمام این ایام آوردن روی کاخ سفید از آن روی کار آمدن آقای بایدن برای اصلاح مناسبات واشنگتن و تهران، در حالی که اگه داده ها رو نگاه بکنیم میبینیم که هیچ شانسی وجود نداره که جمهوری اسلامی بتونه مناسبات خودش رو با دنیا اصلاح بکنه. چنین شانسی وجود نداره به خاطر به اصطلاح کثرت حفره هایی که الان در مناسبات جمهوری اسلامی و دنیای بیرون وجود داره. یکیش رو ممکنه پر کنه، دو تاشو بقیه رو میخواد چیکار بکنه؟ جمهوری اسلامی شده مشکی هزار سوراخ، هر چه آب بریزید امکان نداره این به اصطلاح این آب رو بشه بتونه در خودش نگه داره. میخوام نظر شما رو جویا بشم. دقیقا همینه، این ماهیت جمهوری اسلامی رو حاضر نیستن بپذیرن و مشکلی هستش که با اوباما شروع شد. یعنی بیل کلینتون هم رئیس جمهور بود از حزب دموکرات، ولی اصلا این مشکل رو نداشت بیل کلینتون. یه سخنرانی مهمی هم داره که میگه که در از همینی که شما گفتین رو میگه، میگه که اینا هیچ وقت ماهیت خودشون رو عوض نمی کنن و ما از طریق مذاکره، گفتگو، محاله که به منافع ملی آمریکا بتونیم برسیم. یعنی اگه فقط بخوایم با همدیگر رو فهمیدن رو و گفتگو بخوایم با همچین حکومتی جلو بریم، محاله که اون منافع خودمون رو بتونیم به دست بیاریم. و در اصلش تحلیل کلینتون با تحلیل ترامپ فرقی نمی کرد. اعتقاد داشت که باید تحریم گذاشت، اعتقاد داشت که باید فشار گذاشت، اعتقاد داشتش که تا وقتی این حکومت وجود داره امنیت برای کل دنیا نیست. رونالد ریگن هم این دید رو داشت تا یه حدی نسبت به جمهوری اسلامی، ولی جورج بوش بود که هنوزم تنها رئیس جمهور آمریکایی هستش که علنا گفتش که جمهوری اسلامی باید بره. یعنی با رژیم چینج رو خیلی علنی اعلام کرد و گفتش که این حکومت تا وقتی که وجود داشته باشه صلح امکان وجود نداره، امکان نداره صلح برای آمریکا و بقیه خاورمیانه مخصوصا اسرائیل. الان وضعی که هست اینه که یه جور لجبازی، رودرواسی، انگار خود تیم بایدن خیلی خوب میدونن
خود راب ملی حتی آقای بلینکن اینا میدونن که روشی که انتخاب کردن که از قبل گفته بودن ما این کارو خواهیم کرد، ماماشات همه جور امتیاز دادن به جمهوری اسلامی، نه تنها جواب مثبت نمیده براشون، هی تمام امکانات رو از آمریکا کمتر میکنه. یعنی با هر امتیازی که آمریکا داده به جمهوری اسلامی احتمال اینکه نزدیکتر بشه به یه توافق، حتی اگر فقط هم بگیم که موضوع هسته‌ای مهمه، کمتر و کمتر شده. این یه مشکل به نظر من نفهمیدن روان انسانه، یعنی ماهیت انسان، طبیعت انسانه. شما وقتی که روی همچین حکومتی، یعنی در اصل با یه قلدر روبرو هستین، فشارو که کمتر میکنین، خب اون فقط قلدریش بیشتر میشه و اعتماد به نفس خودش بیشتر میشه و در اصل همه ورقای آمریکا رو خونده خامنه ای، میبینه که از هی خودش رو میخواد ضعیفتر نشون بده و حتی جلوی اروپایی‌ها، جلوی فعالین حقوق بشر، جلو هر کسی که میخواد حقیقت رو راجع به حکومت جمهوری اسلامی بگه رو جلو اونا رو داره میگیره. و میشه گفتش که خود لابی جمهوری اسلامی که خب ما راجبش من و آدمای مثل من در شبکه‌های اجتماعی و در مقاله‌هایی که می‌نویسیم راجب اون لابی در از مالکشان جمهوری اسلامی در غرب می‌نویسیم، ولی عملاً خود ادمنستریشن بایدن در آمریکا با اونا فرقی نداره، حرف و فکر و کارهایی که می‌کنن با خود جمهوری اسلامی و کسایی که برای جمهوری اسلامی در غرب دارن کار میکنن فرقی نداره. و اگرم چیزی رو بشه راجع به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی یا نقض حقوق بشر یا هر چیزی که این حکومت رو واقعا نشون بده به دنیا، به جای اینکه ادمنستریشن بایدن بیاد این حقیقت رو نشون بده به بقیه دنیا، سعی میکنه در از کار جمهوری اسلامی رو براش انجام بده. اونم اینه که یه جوری روشو بپوشونه که اون بدی دیده نشه. الان اینجا عملا ما دولت اسرائیل هستش که جدی گرفته واقعیت یک حکومت که در خاورمیانه داره همه رو به خطر میندازه و آدمایی که در آمریکا زندگی میکنن فقط هم از طرف راست نیست، کسایی هستن که در وسط این سپکتروم سیاسی آمریکا هستن یا حتی در چپ هستن، یعنی سناتورای دموکرات مهم، که میبینن که خب پس با این روشی که بایدن انتخاب کرده فقط اسرائیل هستش که میتونه در مقابل جمهوری اسلامی وایسه. و متاسفانه آمریکا، یعنی دولت بایدن، حتی به اسرائیل هم اشاره داده که این کارو نکن. یعنی در دوران اوباما به نظر من دیگه اینقدر بد نبود که آمریکا به اسرائیل هم حتی بگه که نه این کارو نکن، برای اینکه شاید مثلا ما تهدید باشیم برای جمهوری اسلامی. ببخشید زیاد صحبت کردم، فقط اینم میخوام اضافه بکنم که برای کشورهای دیگه، حکومت‌های دیگه هم که مثل جمهوری اسلامی سرکوبگر هستن و حق کشورهای دیگر رو هی دارن پایمال میکنن، مثل پوتین، مثل حزب کمونیست چین، در مقابل اونا هم کوبا، ونزوئلا، در مقابل اونا هم این ادمنستریشن بایدن داره همون کارو میکنه. تشکر میکنم. و خانم نیمار صادقی عزیز، این تز رژیم چنج یا انگاره رژیم چنج که در دستور کار آقای جورج بوش هم بود، خب این کنار گذاشته شد، ولی دوباره این موضوع الان در رسانه‌های آمریکا مطرحه که چرا این رو به عنوان به اصطلاح ملاک قرار نمیدید و به جای گفتگو با جمهوری اسلامی در پی حذفش باشید، این بهترین راه، یا در فکر یه جانشین براش باشید. بگم اینم که با توجه به وضعیت این به اصطلاح مقابله قوا در ایالات متحده آمریکا و دو حزب، چقدر شانس برای چنین موضوعی شما قائلید؟ الان دیگه به خاطر همون شکافی که بین، یعنی در از دو قسمت شدن این جامعه و اینکه این دو حزب روبروی همدیگه وایسادن سر همه موضوع، به نظر من باید گفتش که با
برگشتن تیم آقای ترامپ به کاخ سفید بزرگترین و مهمترین امید هست برای اینکه آمریکا و از طریق آمریکا، اروپا، دنیا بتونه واقعا محکم علیه این حکومت وایسه و دنبال سقوطش باشه، دنبال اینکه مردم این حق رو دارن که همچین ظلمی رو براندازی بکنن، برای آینده دموکراتیک خودشون پا بردارن. و خب ما الان وظیفه داریم که از طریق همون سناتورایی که گفتم به شما که حتی در طیف دموکرات وجود داره که در مخالفت میکنن با سیاست دموکرات ها در اصل و با ما یکی هستن که این حکومت باید بره، با اونا همکاری رو بیشتر بکنیم. وقتی که فرصت داریم که با اسرائیلیا در تماس باشیم، به نظر من خب واضح هست که وظیفه اخلاقی هر ایرانی هستش که همبستگی اونها، حمایت اونها رو بپذیره و قدردانی این آینده‌ای که ایرانی‌ها و اسرائیلی‌ها میتونن با همدیگه داشته باشن که آینده‌ای هستش که در اصل برمیگرده به گذشته ایران قبل از انقلاب، که ایران و اسرائیل با هم همکاری داشته باشن، از همه لحاظ با هم دوستی داشته باشن، صلح داشته باشن. الان ما هدفمون، یعنی وظیفمون باید این باشه که اون زحمتهایی که اسرائیلیا، که مهم هم هست بگم که از همه طیفای اسرائیل، یعنی در مقایسه با آمریکا که میکنیم، اسرائیلیا اصلا این شکاف رو تو خودشون ندارن. از هر حزبی، از هر طیفی که بیاد تو دولت اسرائیل، تکلیفشون با خودشون خیلی روشنه که جمهوری اسلامی دشمنه و تا وقتی وجود داشته باشه امنیت ندارن، آینده ندارن اونجوری که باید. الان به نظرم امید باید روی این باشه که اگه کسایی که براشون مهم هست این سیاست با تیم بایدن جلو نمیره، مگر اینکه فشار بیاد از طرف سناتورای که در حزب خود دموکرات هست. خیلی تشکر میکنم سکه خانم مریم معمار صادقی عزیز، تحلیلگر. تا گفتگوی دیگر خانم معمار، خیلی لطف کردید، ممنون از شما. ممنون از شما، خیلی ممنونم. آقای امیر شهرتی تشکر میکنم، همچنان سارا خانم ایرانی، تا دیداری دیگر.